تهیه و ذکرهای بعد از هر نماز. مستحب است انسان بعد از نماز مشغول تعقیب، یعنی خواندن ذکر و دعا و قرآن شود. علاوه بر ثواب بسیار، باعث آرامش قلب و همچنین برآورده شدن حاجات نیز می شود. در این ویدیو ذکرها و ادعیه هر نماز آورده شده است. لطفاً ما را همراهی کنید. ادعیه و ذکرهای بعد از نماز صبح. امام رضا علیه السلام می فرمایند بعد از نماز صبح 100 مرتبه بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همچنین ایشان می فرمایند هر کس هر روز پس از نماز صبح اسم یا عزیز را 41 مرتبه با ایمان و نیت خالص و توجه به خدا و معنای آن بخواند، محتاج خلق نگردد و در میان مردمان عزیز و مکرم باشد. ذکر بعدی 100 مرتبه صلوات گفتن بعد از نماز صبح. همچنین برای برآورده شدن حاجت و آرامش بعد از نماز صبح 70 مرتبه ذکر یا هادی المضلین و روزی 1000 مرتبه یا هو بگوید. همچنین در جای آمده است هر کس بعد از نماز صبح در حالی که دستش روی سینه اش قرار دارد 70 مرتبه بگوید یا فتاح، خداوند حجاب را از قلب او برمی دارد. و نیز گفته شده است برای تقویت حافظه بعد از نماز صبح در هر روز قبل از صحبت کردن ذکر برای آمرزش گناهان و توبه 41 بار بعد از نماز صبح خواندن ذکر العف و 41 بار در روز خواندن ذکر العزیز و بعد از هر نماز 298 بار خواندن ذکر الرحمن الرحیم مجرب است. ادعیه و ذکرهای بعد از نماز ظهر. حضرت فاطمه سلام الله علیها در پایان نماز علاوه بر تعقیبات با کلمات و جملات دیگری نیز به نیایش پروردگار می پرداختند. ایشان پس از نماز ظهر چنین می خواندند: ادعیه و ذکرهای بعد از نماز عصر. حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از نماز عصر این گونه دعا می کردند: همچنین آمده است بعد از نماز عصر 40 مرتبه یا رحمان الدنیا والآخره بگوید که برای آرامش مفید است. ادعیه و ذکرهای بعد از نماز مغرب. اسماعیل ابن حمام از حضرت امام رضا علیه السلام و آن حضرت از حضرت علی علیه السلام روایت کردند که فرمودند هر کس بعد از نماز مغرب و نماز صبح پیش از آن که صحبت کند 7 مرتبه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خداوند 70 نوع از انواع بلا را که کمترین آنها جزام و برس و شر سلطان و شیطان است از او برطرف می سازد. همچنین امام کاظم علیه السلام فرمودند هر آن کس پس از نماز صبح و مغرب پیش از آن که برخیزد یا با کسی سخن بگوید آیه ان الله و ملائکته یصلون را تلاوت کند و سپس بگوید اللهم صل علی محمد و ذریته، خداوند 100 حاجت او را برآورد، 70 حاجت در دنیا و 30 حاجت در آخرت. حضرت زهرا سلام الله علیها همچنین پس از انجام نماز مغرب به درگاه خداوند این گونه عرضه می داشتند: ادعیه و ذکرهای بعد از نماز عشاء. باز هم
حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز عشاء با این عبارت نورانی دعا می کردند. همچنین آمده است برای انجام کارهای سخت شب جمعه بعد از نماز عشاء 1201 بار در یک مجلس میگویی یا الله یا رباه یا سیدا، پس آن کار مهم انشاءالله انجام خواهد شد و کسی که بسیار این ذکر را بگوید خداوند او را برای فرزندش حفظ می نماید. ذکر بعد از هر نماز، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها شامل بیان 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله می شود که ذکر آن از سوی بزرگان دینی به ویژه مراجع تقلید پس از اقامه نماز بسیار تاکید شده است و اهمیت صلوات فرستادن بعد از نمازهای یومیه تا به جایی است که موجب برآورده شدن حاجات دنیوی و اخروی انسان می شود.